سلام بچه هم. به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز اومدم در مورد یکی از اخبار خیلی باحالی که دیروز توی حوزه ویدیو گیم منتشر شده باهاتون صحبت بکنم. ظاهرا آمازون قراره EA رو بخره. البته هنوز به صورت جدی و رسمی این قضیه تایید نشده، اما خبرگزاری خیلی زیادی اومدن در موردش صحبت کردن، اینکه آمازون قراره EA رو بخره. خب توی این چند سال خیلی اخبار مختلفی ما داشتیم که EA قصد داره بخشی از سهام خودش رو بفروشه و کلا یک واگذاری صورت بگیره، تا اینکه بالاخره شنبه این خبر پخش شد و خب همه دارن در موردش صحبت میکنن. اومدیم ما هم یه ذره در مورد صحبت کنیم، ببینیم که آیا اتفاق خوبیه، اصلا قراره آمازون چه چیزی به دست بیاره، آمازون چی هست. مثلا باید بدونید که آمازون بزرگترین سایت خرید آنلاینه و خب اونا یک سرویس استریم فیلم هم دارن به اسم آمازون پرایم که خب جدیدن خیلی قوی دارن پیش میرن و اگر پیگیر اخبار سریال جدید ارباب حلقه باشید، رینگ آف پاورز، میدونید که از سوی آمازون پرایم قرار پخش بشه و در واقع امتیاز ساخت سریال ارباب حلقه رو آمازون خریده. در حال حاضر آمازون یکی از بزرگترین کمپانی هایی که واقعا سرمایه خیلی زیادی داره و اونا همینطور دارن سعی میکنن وارد حوزه های مختلفی بشن، وارد حوزه فیلم شدن و حالا هم که بازی های ویدیویی. اما واکنش چیه؟ فکر میکنید قراره اونا چی به دست بیارن؟ اصلا دلیلش چیه که انقدر شرکت های بزرگ جدیدن سعی دارن وارد بازی های ویدیویی بشن؟ دلیلش اینه که سود توی این مدیا حتی از ساخت سریال و فیلم هم بیشتره. یعنی سودی که کمپانی بازی‌سازی دارن میبرن خیلی خیلی از بقیه مدیاهای سرگرمی بیشتره. به همین دلیل هم هر جایی که پول باشه قطعا کمپانی بزرگ هم سعی میکنن وارد بشن. ما قبل از این هم چند تا اصطلاح اکوزیشن بزرگ داشتیم که مایکروسافت اومد اکتیویژن بلیزارد رو خرید، قبلش هم بتسدا رو خریده بود و خب صحبت بود که قراره یک معامله بزرگ دیگه صورت بگیره تیه این چند وقته. خب و ظاهرن قرار آمازون ای ای رو بخره. ای ای در حال حاضر یک ماشین پولسازی داره، یه فرانچایزش هست که به شدت پولسازه، اونم فیفاه. بازیه فیفا که هر سال عرضه میشه به صورت مستقیم خودشون معمولا بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار درآمد دارن. خب بر اساس درآمدهای جانبی مثل سیستم های لایو شو نمیدونم این پک های مختلفی که کارت های پکی که میفروشن تا 4 میلیارد دلار هم میرسه، پس یک سود خیلی خیلی زیادی براشون داره. همون فیفا یک وسوسه خیلی بزرگی که شما را به سمت ای بکشونه. اما بغیر از اون در حال حاضر بقیه فرانچایز های ای چندان وضعیت خوبی ندارن. بتلفیلد آخرین نسخش حسابی مورد انتقاد قرار گرفت و خب در حال حاضر هم که آپدیت های خوبی روش صورت نمیگیره. اونا صاحب مثلا فرانچایزی مثل مدال افتخار هستن، کاماند اند کانکر، SSX، خیلی دیگه از بازی های ورزشی، NFL، NHL، مدن، نیت فور اسپید، اما حال روز هیچ کنم از این فرانچایز ها خوب نیست و در واقع فعلا همون فیفایی که خیلی خیلی داره خوب عمل میکنه. اما این قضیه به نظرتون اتفاق خوبی برای بازی های ویدیوییه یا نه؟ من به شخصه چنین باوری ندارم، چرا که همین سریالی که در حال حاضر دارن میسازن، Lord of the Rings Ring of the Powers، با هم چند تا تریلری که ازش پخش شده کلی نقد بهش صورت گرفته که چقدر به داستان تاکین وفادار هست یا نه. ما توش دیدیم که اولین چیزی که خب اعصابم خورد کرد اینه که الفای سیاه پوستش وجود دارن و این چیز نبود که توی کتاب های تاکین نوشته شده. اگر شرکت های بزرگ اینطوری مثل EA، مثل دیزنی مثل دیزنی و در واقع همین آمازون، اپل، اینا سعی کنن بازی های ویدیویی رو واردش بشن، قطعا همین سیاست های فیلمسازی خودشون رو هم داره. یعنی بازی های جدیدی که میسازن قطعا همچین چیزی هست که ما این سیاستشون رو قرار به زور تو حلق ما بکنن. این قضیه منو زیاد خوشحال نمی کنه، چون در حال حاضر بازی های ویدیویی کمتر نسبت به بقیه مدیا دارن دستکاری میشن مثل فیلم و سریال. متاسفانه اگر پای این کمپانی‌ها باز بشه بازی سازی این اتفاق میفته. اما یه چیز دیگه‌ای که خب باز حد توی بازی ویدیویی صرف میکنه اینه که واقعا کیفیتی که باعث فروش شما میشه. یعنی اگر یک بازی باشه که شما سعی کنید که مثلا سریال جدید شی هالک به زور به حلق مخاطب برسونید، فرو بکنید، به زور بگید این سریال خوبه، خنده داره،
به زور بگید این بازی خوبه قطعا فروش نمیکنه. این اتفاق خوشبختانه توی حوزه سرگرمی بازی ویدیویی اومده، هنوز به گند کشیده شده مثل فیلم و سریالا، ولی در حال حاضر میگم اونقدر صحبت خاصی در مورد اینکه مقدار قرارداد چقدر چه زمان قرار انتقاد صورت بگیره نشده، بیشتر چند خبرگزاری کارشو کردن و از یه طرف از اونجایی که آمازون خیلی خیلی سرمایه زیادی داره میتونه برای بازی‌های ویدیویی ای خوب باشه، چون همین چند وقت پیش ما دیدیم که حق امتیازی که با فیفا واقعی دارن ای ای در واقع لایسنسی که از تیم‌ها بازیکن‌ها و در واقع کلا خود فیفا تعیین می‌کنن مقدارش خیلی افزایش پیدا کرده، با همین قضیه مشکل دارن. این پول سرمایه جدیدی که میتونه وارد بشه به در واقع ای ای میتونه این مشکلات رو برطرف بکنه. خیلی از بازی‌های دیگه‌شون مثل در واقع دراگون ایج، ماس افکت و یا دد اسپیس که خب در حال حاضر به فنا رفتن، میتونن با این سرمایه‌گذاری خوب دوباره به بورس برگردن، دوباره میتونن بازی خوب داشته باشن. قطعا اگه ماس افکت جدید فوق‌العاده به بازار بیاد همه اونو میخرن. حالا دراگون ایج بنزه ماس افکت جذابیت نداشت ولی باز هم برای خودش فرانچایز بزرگیه. دد اسپیس اگر قرار باشه بازی مثل نسخه اول بیاد مطمئنا فروش داره. میتونیم خوشبینانه به قضیه نگاه بکنیم و این موضوعات باشه که خب این سرمایه زیادی که آمازون داره منجر به ساخت بازی خوبی بشه که تا حالا ثابت نشده، یعنی حداقل توی بازی های ویدیویی این قضیه که یک کمپانی بزرگتری بده کمپانی کوچکتری بگیره میشه تاثیر برعکس داشته. نمونش ای ای خدای این کار بود دیگه، استدیوی بازی سازی خیلی کوچیک همیشه میخرید تا اونجایی که میشد شیره این آی پی بازی هاشون رو میکشید و بعد هم استودیو رو کنسل میکرد. فکر کنم 7 یا 8 تا استودیو رو همینجوری نابود کردن ای ای. یعنی میگم توی بازی ویدیو که تا حالا ما همچین چیزی نداشتیم که سرمایه گذاری خیلی زیاد روی حوزه صورت بگیره و بهتر بشه. امیدوارم که این بار حداقل همچین اتفاقی بیفته. اما موضوعی که گفتم فقط من نگران میکنه این تاثیراتیه که بالاخره این کمپانی بزرگ مثل آمازون، اپل و یا دیزنی بالاخره سیاست هایی همیشه برای خودشون دارن و بخوان این سیاست ها رو توی بازی ها هم پیاده بکنن. این ممکنه که یه ذره به سرگرمی مورد علاقه ما آسیب بزنه. در غیر این صورت سرمایه گذاری میتونه کمک کننده باشه. یه چیز دیگه هم که آدم میترسن اینه که خب بازی های ویدیو خیلی جدیدن سعی دارن میکنن سیستم سابسکرپشن استفاده بکنن، یعنی سیستمایه های در واقع هم سابسکرپشن که شما توی نتفلیکس میرید خریداری میکنید یا میرید توی آمازون پرایم میخرید، که خب مایکروسافت و پلی استیشن هم سابسکرپشن مخصوص خودشون رو دارن. این هم وجود داره که آمازون بخواد همچین کاری بکنه. در حال حاضر بازی های ای ای در واقع توی گیم پاس عرضه میشن و ممکنه که اگر آمازون قضیه رو بخره، یعنی ای ای رو بخره، بخواد این معامله رو پس بکنه و خودشون سابسکرپشن مخصوص خودشون رو داشته باشن که شما فقط بازی های ای ای رو بتونید با خریدن اون سابسکرپشن تهیه بکنید، سالانه مقدار هزینه از شما بگیرن و بعد بازی هایی که ای ای عرضه میکنه روی در واقع اون سیستم صورت رایگان که نمیشه شما اینطوری بتونید تجربه بکنید. یه موضوعی که خیلی جای بحثه اینه که خب همه میدونیم که ای ای بازی خودش رو با مایکرو ترانزکشن خفه میکنه، تو هر بازیشون برین یک جوری میخوان از شما پول بکنن و خب همچین سیاستی با سابسکرپشن خریدن زیاد همخونی نداره. مثلا شما فرض کن پول میدید سابسکرپشن آمازون رو میخرید، میتونید بازی هایی که توسط حالا سابقا ای درست میشدن رو روش بازی بکنید، اون موقع بازم باید پول بدید که از مایکرو سیستم های مایکرو ترانزکشن داخل بازی استفاده بکنید. یعنی آمازون میاد همچین چیزی رو رها بکنه. همونطور که بهتون گفتم درآمد خیلی بخش خیلی زیادی از درآمد در واقع فرانچایز فیفا از روی اون پک های کارتی که توی بازی میفوشه و سر این قضیه هنوز به نظرم یه بحثایی با صورت بگیره. از اون گذشته خب این موضوع خیلی خیلی تبلیغ بزرگی برای آمازون به حساب میاد. شما فرض کنید که خب بازی خیلی زیادی توسط ای ای منتشر میشن، همین فیفا بالاخره به شدت پرفروشه و اون موقع به جای اینکه اسم ای ای اونجا باشه اسم آمازون هست و همین خیلی خیلی برای این کمپانی تبلیغ بزرگه. ناخودآگاه شما رو هر بازی اسم آمازون رو میبینید و چی میاد توی ذهنتون همون در واقع سایت بزرگ خریده آنلاین. در کل که هنوز بخشای زیادی از این معامله منتشر نشده و دقیقاً نمیدونیم که چه جوری قرار معامله صورت بگیره، اصلا آیا این قضیه انجام میشه یا شاید موقعی که شما دارید این ویدیو رو میبینید اصلا کامل شده باشه.
هنوز اطلاعات زیادی در موردش نیست، اما فکر میکنم که مثل یه شمشیر دولب است. امکانش هست که همطور گفتم منجر به ساخته بازی ورژن های بهتر فرانچایزهای خاک خورده ای ای بشه، و امکانش هم هست که این سیاست های عجیب آمازون گند بیشتر بزنه به بازی های ای ای، و این چیزی که فکر میکنم مرور زمان به همون ثابت میکنه که آیا معامله خوبی از در میدنیم یا نه. هنوز که همونده بالاخره به سزا توسط مایکروسافت خریده شده، ولی ما هنوز چیزی ندیدیم، هنوز اونقدر یعنی تأثیر خریداری شدن این کمپانی توسط مایکروسافت به چشم همون نیمده، نه اکتیویژن بلیزارد و نه به تزلا. پس حتی راجع به معاملات گذشته هم نمیتونیم به صورت قاطع نظر بدیم، چه برسه معاملی که هنوز صورت نگرفته. در انتها امیدوارم که خبر خوبی واسه ما گیمرها باشه دیگه، تنها چیزی که ما داریم ازش لذت میبریم، و امیدوارم که مثل سینما و سریالا به گند کشیده نشه. خب نظرات خودتون حتما توی کامنت ها بنویسید، بگید که شما راجع به این معامله چی فکر میکنید، مثلا دوست دارید انجام بشه دوست دارید انجام نشه. میدونم خیلی طرفدار ای ای نیستم، ولی خب من بازی اسپورتشو انجام میدن دیگه، بالاخره شما یه بار میره خونه دوستتون قطعا فیفا بازی میکنید، نمیدونم NFL و NHL نشاید بازی بکنید. EA بخشی از بازی های ویدیویی نمیشه، این قضیه را کتمان کرد و باید دید که بعد از خریداری شدن توسط آمازون چه اتفاق براش میفته. در هر حال امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.